بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، با مجموعه اخبار در این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور بر تمرکز طالبان بر صلح در عوض جنگ در برابر افغان ها. نگرانی اعضای شورای حراست و ثبات از تأخیر احتمالی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. و کشته و زخمی شدن 900 فلسطینی در درگیری های تازه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه. این هم مشروع خبرها. من عصمت الله احمد زئی هستم. رئیس جمهور غنی عملیات اعلام شده به نام خندق را به طالبان طعنه داد. رئیس جمهور میگوید جنگ در افغانستان تحمیل شده است و اگر طالبان افغان و مسلمان هستند، پس در عوض جنگ در برابر هموطنانشان بر صلح تمرکز نمایند. رئیس جمهور در پیوان به انتخابات به نگرانی های مردم پاسخ داد که انتخابات ریاست جمهوری در زمان آن برگزار می شود و پس از تکمیل شدن تاریخ یک لحظه نیز در ارگ باقی نخواهد ماند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در نشست به مناسبت هشتم ثور سخنرانی می کرد، یک بار دیگر طالبان را طعنه داد که به عملیات در برابر افغانها و مسلمانان نامی را دادند که در تاریخ اسلام در برابر کفار اعلام شده بود. طالبان در غزوه خندق به نوم در جگله اعلان کرده. عجب ده. آیا در خندق در جگله به مفهوم بنده دوی پودی؟ چه دا عظیمه جگره دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لخوا ای چاپ مقابل که آیا جناب حضرت صاحب بانده دو اعلان دی جنگ کی ایموک جهادی مشران بانده ایموک علماء کرام بانده ایموک مسلمان ملت بانده دا جگره دی او مسلمان او خپلواک افغانستان پزد جگره دا. رئیس جمهور غنی با اشاره به وحدت کشورهای اسلامی بر ضد تروریسم گفت که علمای دینی جهان جنگ افغانستان را ناروا می‌دانند و برای طالبان بیش از این وضاحت خوب وجود ندارد. هر طالب جنگ نمی‌خواهد. جنگ از طرف یک عده محدود سر اکثریت از تحمیل شده. مو پیگو لومگلمان زنم خبر یو پیگو زکم چه میستی پده باندی فکر رو که او دیده جراتم ندرلوده چه سول تراسی یا وای چه سول اولی نمان که جنگ کوی نور در باندی جنگ منه لی نو اوس یا واسه اقد انتخاب ده که افغانی او مسلمانی سول او منه. رئیس جمهور اطمینان داد که با اراده مردم و قانون اساسی برای تقویت نظام تلاش و کار خواهیم کرد که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نماییم. رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی ها که گویا انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر برگزار می شود چنین گفت. جناب سیاد صاحب و همکارشان تاریخ اعلان می کنند اما ای پیش از جوزای 1398 است. ما یک روز خواهش از این ندارم که در این مقام مسئولیت باشم بدون اراده ملت. رئیس جمهور اطمینان داد که مردم شعور سیاسی گسترده دارند، اصلاحات میخواهند، شکل نظام تثبیت شده است، نظام به اراده مردم تشکیل شده است. نگرانی مردم در پیوند به تقلب در انتخابات بر جا است. رئیس اجرایی حکومت میگوید انتخابات برگزار خواهد شد و گروه جهاد و مقاومت در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندید خواهند داشت. اما یونس قانونی عضو شورای حراست و ثبات اظهار نگرانی کرد که ائتلاف های جدید در منطقه در حال تشکیل شدن است که هدف آنها تقسیم مردم افغانستان میباشد و افزود تأخیر انتخابات ریاست جمهوری به هیچ کس قابل پذیرش نیست.
این شمار مردم در ولایت پنجشیر برای تجلیل از 8 ثور دعوت شدند. آن روزی که مجاهدین رژیم 14 ساله کمونیستی را سرنگون نمودند، اما سیاستمداران در اینجا ناگفته‌هایشان را بیان می‌کنند. یونس قانونی، معاون اول حکومت گذشته، در این همایش شدید نگران بود که بر ضد ثبات سیاسی افغانستان در منطقه ائتلاف‌ها تشکیل شده و هدف آن از هم پاشیدن مردم افغانستان است. وی همچنان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن شد. 2019 2014 نیست، ائتلاف های در منطقه شکل گرفته، صدای پای کشورهای منطقه در داخل افغانستان شنیده میشه. خدا نکنه که انتخابات 2019 به گونه بسف بندی بره که ما شاهد تقسیم افغانستان، حمایت کاندیدها توسط ائتلاف های بین المللی مختلف باشیم. معاون مشران جرگه و مشاور رئیس اجرایه نیز ابراز نگرانی کردند که انتخابات پر از تقلب خواهد بود. مرتقلوبی انتخابات نمنو زوسن داس سرکونه وینم تصمیمونه وینم چی بیا هم جلکار وکیلان رشی یارتنون که وصلش مشره ده انتخابات دو پر هم بیا گدوده مصیبتونه جورشی. مردم برای تعیین سرنوشت خود از لحاظ سیاسی و قانونی و با سایت های انتخاباتی بروان، تذکره بگیرم، کارت رایدهی بگیرم. بیشتر سخنان رئیس اجرایی حکومت که بیشتر بر کارنامه های مجاهدین متمرکز بود، نگرانی مردم در پیوند به انتخابات را بیجا خواند که قبل از برگزاری بی‌باور هستند. انتخابات شفاف و عادلانه و تشویش های مردم بجاست، چون مشکلات را در گذشته دیدن که تصورش را نمی‌کردند. امروز هم متاسفانه او اطمینانی که مردم داشته باشند ندارد. یونس قانونی خبر داد که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد مستقل خواهند داشت، اما تاکید ورزید که باید در مقایسه با گذشته شفافیت باشد و تاریخ سال 2014 تکرار نشود که انتخابات بازنده نداشت. ان شاء الله ان قریب شما حرکت های جدید را شاهد خواهد بودیم که ما چطور بتانیم صف واحد را به وجود بیاریم، یک وحدت ملی را به وجود بیاریم که بتانیم در انتخابات با یک جریان واقعاً افغانستان شمول وارد عرصه انتخابات شویم. دی هم شک ندارم که وقتی میگیم کاندید مستقل از نام خود، از نام سلسله و از نام همه مردم افغانستان میایه و استاد خواد شد، این هم شک ندارم که چند نفر شاید که برن و بگویم که بیاین اگه معاون شویم که نشه که باز چطور شد. در این نشست نگرانی جدی دیگر این بود که روند حذف مجاهدین ادامه دارد و سبب خواهد شد که افغانستان بیشتر در مشکلات دخیل شود، اما تاکید این است که باید در پروسه های سیاسی سهم بگیرند. ناتو حمایتش را از پیشنهادات صلح حکومت افغانستان به طالبان اعلام کرد. سرمنشی ناتو بر صلح و ثبات در منطقه تاکید می‌ورزد و از پاکستان خواست که مخفیگاه‌های تروریست‌ها را از بین ببرد. ناتو همچنان خواهان همکاری ایران و روسیه در پروسه صلح افغانستان شد. We are supporting an Afghan-led and Afghan-owned peace process. ما به رهبری حکومت افغانستان از پیشنهادات صلح حمایت می کنیم و این کار حکومت افغانستان است که چگونه وکی را در آن دخیل می سازد. ما از تمام کشورهای منطقه می خواهیم که در این بخش همکاری نمایند. رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت 8 ثور گفت که 40 سال قبل یک رژیم سرنگون شد، اما برای رژیم دیگر آمادگی و نقشه وجود نداشت که تا امروز افغانها قربانی می دهند. رئیس جمهور اطمینان داد که اکنون نظام تثبیت شده است و برای حکومت داری شرایط مساعد می باشد. با این حال رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه تاکید می ورزیدند که باید برزش های جهاد ارج گذاری شود و به خاطر چند فرد محدود برزش ها توهین نگردد. حکومت داری تا سم شرایط برابر نسو. ده نفاق فضا حاکم است و دیر زر اصلی خبر داوه چه قواعد او اصول ده دولت جولولو بانده موافقه و نسو. اختلافات در میان مجاهدین در دوران جهاد سبب شد که پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله زمینه برای جنگ های داخلی مساعد شود. وزیر دفاع در زمان قدرت نجیب الله میگوید در آن زمان امریکا و سعودی از حمایت مجاهدین دست برداشتند و مجاهدین را به جنگ های داخلی دخیل دانستند. اما رهبران جهادی میگویند زمانی که استاد ربانی برخلاف توافق با رهبران جهادی قدرت 6 ماه را رها نمیکرد و انتخابات نشد، جنگ های داخلی آغاز شد. یو ستر دلیل دا و چې د مجاهدینو سره سعودي عرب
په سر کې امریکای هغوی په دې وروستیو کې چندان مرسته یې ورسره ونه کړه او دوی هم دغسې مجاهدین یې خوشي پرېښول، نو ځکه په نتیجه کې د مجاهدینو په راتګ سره په کابل کې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته شوه او حکومت جوړ نشو. ایران و روسیه از تروریسم در افغانستان حمایت میکند. نماینده امریکا در ناتو گفته است که روسیه و ایران در عوض همکاری در پروسه صلح افغانستان از تروریسم پشتیبانی میکند و امکانات جنگی را به آنان فراهم میسازد. آگاهان نظامی نیز نگرانی امریکا را به جا میداند، اما وزارت دفاع ملی در این مورد خواهان اسناد و شواهد هست که در برابر آن اقدام نماید. بر اساس فرمان رئیس جمهور، به مناسبت 8 ثور 170 زندانی از زندان پرچرخی آزاد شدند. مسئولان زندان اطمینان دادند که در فرمان رئیس جمهور عدالت در نظر گرفته شده و هیچ کس در بدل پول از بند رها نشدند. در فرمان رئیس جمهور آزادی افراد شامل نیست که محکوم به جرایم سنگین هستند. خبرهای داخلی در همین جا به پایان میرسد، اما خبرهای جهان هم تا لحظات بعد تقدیمتان میگردد. ادامه اخبار و این هم چند خبر از جهان. در اثر درگیری های تازه نیروهای اسرائیلی و فلسطینی حدود 900 تن کشته شدند. این درگیری ها در نزدیک سرحد اسرائیل و غزه صورت گرفته که از چند به این سو تظاهرات ادامه دارد. در درگیری های تازه 3 تن کشته شدند و در حدود 880 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت صحت غزه تعداد کشته شده ها را تایید نموده و افزوده است که بیشتر از 400 تن زخمی سطحی هستند و به همین تعداد افراد زخمی ها جدی می باشد. گزارش ها می رساند که نیروهای اسرائیلی بالای مظاهره کنندگان در کنار به کارگیری مرمی های رابری، مرمی های اصلی را نیز فایر نمودند. این تظاهرات از جمله تظاهراتی است که هر هفته فلسطینیان به هدف دفاع از خاک و خواستن حقوقشان از اسرائیلی ها برامی اندازند. فردا در سوات همایش بزرگ برای نجات پشتون ها برگزار می گردد. به این نشست هزاران تن از خیبر پشتونخوا و سایر بخش های پاکستان خواهد آمد. این جلسه تحت نام داسنگ آزادی در منطقه سوات کبل برگزار می شود. این نشست ادامه تظاهراتی است که از وزیرستان آغاز و به پیشاور و اسلام آباد رسید. نهضت نجات پشتونها می گوید اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود، دوباره تظاهراتشان را در اسلام آباد آغاز خواهند کرد. در نظر است که پس از جلسه سوات به تاریخ 12 می تظاهرات در کراچی نیز را اندازی شود. تشکر از همراهیتان. اخبار این ساعت در همین جا به پایان میرسد. تا دیدار و بعدی، الله نگهدار.